دولت چین و مردم آن قویا نسبت به این موضوع اعتراض دارند و این اشتباه ایالات متحده به روابط دوجانبه و همکاری نظامی و امنیت دو کشور لطمه میزند و آمریکا مسئول کامل آن است دولت آقای اوباما چهارشنبه رسما کنگره آمریکا را از طرح ارتقای ناوگان جنگلدههای اف 16 تایوان به ارزش بیش از 5 میلیارد دلار مطلع کرد این معامله شامل پیشرفته پیشرفتهتر f 16 نمی شود. هرچند مقامات ایالات متحده گفتند، این معاملات ممکن است در آینده در مورد فروش جنگندههای پیشرفته تر هم تحت بررسی قرار گیرد. کاو هوچو، وزیر دفاع تایوان از این اقدام دولت آمریکا ابراز رضایت کرد. این موافقت فروش تسلیحاتی گشایشی محسوب میشه نه تنها توانایی ما تقویت میشه بلکه امنیت ملی ما رو هم بهبود میبخشه و همچنین گام بزرگی در مسیر روابط حسنه میان تایوان و ایالات متحده است چین تایوان را که به طور جداگانه اداره می شود بخش جدا افتاده از خاک خود می خاند که نهایتا و در صورت لزوم و با زور به چین خواهد پیوست و فروش تسلیحات به تایوان از سوی آمریکا را زمینه کارشکنی در این پیوند قلمداد می کند. ایالات متحده بر اساس قوانین آمریکا موظف به کمک به تایوان برای دفاع از خاک خود است. شهلا آراسته، صدای آمریکا.